مرزی هستم. مدت 6 سال است که آمریکا هستم. آرمین هستم، 16 سالمه، 2 ساله که اومدم آمریکا. از سن 16 سالگی اینجا آمدم. من وقتی اومدم اینجا با های اومدم. یارو میگفت آب میخوای؟ میگفتم های. یارو میگفت دستشویی داری؟ میگفتم های. هیچی نمیدونستم. در مکتب بسیار مشکل بود. چیزی که معلم میگفت، اکادمیک گپ میزد، اصلا من در 2 ماه و 3 ماه اول نمیفهمیدم. منو برد پای تخته. من هیچی نمیدونستم. یه نقشه آورد جلو، گفت نشون بده. گفتم چی رو نشون بدم؟ فارسی میگفته همه اینا رو. هیچی نمیدونستم. گفتم چی رو نشون بدم؟ زنه میگفت I don't understand what you say like that. و منم هیچی نمیفهمیدم دیگه. از کلاس انداختنم بیرون. و بسیار خوش شدم که بعد از یک هفته تونستم یک دوست پیدا کردم. صبح که آمدم متاسفانه او را همراهش میخواستم که بگم سلام، یا مثل افغانستان و را آدم یا در بغل بگیرم یا یک دستش تکان بتم. او بر من بسیار با یک نگاه مختلف به من دید، گفت سلام. هم خواستم تی شد. علی مال افغانستان بودش. اولین بار توی سالن غذاخوری باشش شدم. همونجوری که گفتن زمان بلد نبودم، با اون مسئول غذاشون دعوا کردم. 3 تا همبرگر گوشه بودم توی چیز ظرف، گفتم من اینا رو میخوام. یعنی میگفتش نه بابا نمیشه، یه دونه بیشتر نمیتونی بگیری. بعد به علی گفتش که بهم توضیح بده. من اونجا بود که با علی دوست شدیم. و در افغانستان معلمین اصلا صحبت نمیکردن با شاگردا بیرون از صنف، و در داخل صنف شاگردا اجازه سوال کردن، اجازه ابراز نظر، بحث نداشتن. ولی وقتی در اینجا آمدم، معلمین مثل یک دوست داره بودن به شاگردای خود. ولی اینجا معلم بهت حرف بزنه، فوش بده، اذیتت کنه، بهت زور بگه، هر کاری کنه میتونی ازش شکایت کنی و بنشینن. معلم و دانش آموز یکی هن اینجا. در یکی از صنفای این بود که ما باید امرای یک پسر باید کار میکردم در سر یک پروژه آرت. وقتی اومدم اینجا فهمیدم که رابطه با یه دختر میتونه مثلا رابطه دوستانه هم باشه، رابطه درسی هم باشه. بسیار بر من مشکل بود، نمیتونستم که امرای بچه صحبت کنم، نظر خود بهش بگویم. میشرمیدم و روی خود پایین میگرفتم. میگفتم یا نه. کوشش میکنم که باشه، که اگر نه باشه باز از من دلیل پرسان میکنم. من گفتن نمیتونم. همونجوری که مثلا من با یه دختر دیگه دوستم، با یه دختر لزبیانم همونجوری دوستم. مشکلی خاصی نداره اینا. آدمای عادی هن. فقط گرایششون فرق میکنه. اصلا موضوعاتی که من برای دوستان بحث میکنم در افغانستان بسیار متفاوت بود با اینجا. خصوصا وقتی که دو دختر با هم صحبت میکنه در اینجا، معمولا در رابطه با بچه ها میباشن. توی دبیرستان یه سری آدم ها هستن، بهشون ما میگیم ساقی. توی ایران خیلی سخت بود پیدا کردن این چیزا، خیلی کم پیدا میشد. من دنبالش نرفتم، ولی کسایی که بودن میگفتن خیلی کم پیدا میشه. اینجا شما میرید دبیرستان، هر چی که بخوای هست. شما میتونی اسلحه بفروشی دبیرستان، میتونی وید هم بفروشی، مواد مخدر میتونی بفروشی، الکل هم میتونی بفروشی، ولی بستگی به خودت داره. لباسایی که میپوشتن یا بسیار کوتاه می بود یا بسیار چسب می بود که من فکر میکنم که مناسب نیست به یک شاگرد پوشیدنش در مقابل معلم. دلم برای همه چی توی ایران تنگ میشه. اولا غذاش. خب فامیلم در اینجا هستن، زیادتر به دوستایم. نه دلم لک زده برای دعوا. کار و وظیفه که قبلا داشتم. بعد دلم برای محرم خیلی تنگ میشه. خانواده مذهبی بودیم، خیلی خیلی دلم برش تنگ میشه. آب و هوا، آب و هوا در افغانستان سرد میشه ولی به اندازه اینجا نه. آقای سوالیه بپرس.